أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم به نام خداوند بخشنده بخشایشگر تا سین میم. اینها آیات کتاب مبین است. از داستان موسی و فرعون به حق بر تو می‌خوانیم، برای گروهی که طالب حقند و ایمان می‌آورند. فرعون در زمین برتری جویی کرد و اهل آن را به گروه‌های مختلفی تقسیم نمود. گروهی را به ضعف و ناتوانی می‌کشاند، پسرانشان را سر می‌برید و زنانشان را برای کنیزی و خدمت زنده نگه می داشت. او به یقین از مفسدان بود. ما می خواستیم بر مستضعفان زمین منت نهیم و آنان را پیشوایان و وارثان روی زمین قرار دهیم و حکومتشان را در زمین پا بر جا سازیم و به فرعون و هامان و لشکریانشان آنچرا از آنها بنی اسرائیل بیم داشتند نشان دهیم. ما به مادر موسی الهام کردیم که او را شیر ده و هنگامی که بر او ترسیدی وی را در دریا بیفکن و نترس و غمگین مباش که ما او را به تو باز می گردانیم و او را از رسولان قرار می دهیم. هنگامی که مادر به فرمان خدا او را به دریا افکند، خاندان فرعون او را از آب گرفتند تا سرانجام دشمن آنان و مایه اندوهشان گردد. مسلماً فرعون و هامان و لشکریانشان خطاکار بودند. همسر فرعون چون دید آنها قصد کشتن کودک را دارند گفت: نور چشم من و توست، او را نکشید، شاید برای ما مفید باشد، یا او را به عنوان پسر خود برگزینیم. و آنها نمی فهمیدند که دشمن اصلی خود را در آغوش خیش می پرورانند. سرانجام قلب مادر موسی از همه چیز جز یاد فرزندش تهی گشت و اگر دل او را به وسیله ایمان و امید محکم نکرده بودیم، نزدیک بود مطلب را افشا کند. و مادر موسی به خواهر او گفت: وضع حال او را پیگیری کن. او نیز از دور ماجرا را مشاهده کرد در حالی که آنان بی خبر بودند. ما همه زنان شیرده را از پیش بر او حرام کردیم تا تنها به آغوش مادر بازگردد و خواهرش که بیتابی مأموران را برای پیدا کردن دای مشاهده کرد گفت: آیا شما را به خانواده ای راه نمایی کنم که می توانند این نوزاد را برای شما کفالت کنند و خیرخواه او باشند؟ ما او را به مادرش بازگرداندیم تا چشمش روشن شود و غمگین نباشد و بداند که وعده الهی حق است، ولی بیشتر آنان نمی دانند. و هنگامی که موسی نیرومند و کامل شد، حکمت و دانش به او دادیم و این گونه نیکوکاران را جزا می دهیم. او به هنگامی که اهل شهر در غفلت بودند وارد شهر شد. ناگهان دو مرد را دید که به جنگ و نزاع مشغولند. یکی از پیروان او بود و از بنی اسرائیل و دیگری از دشمنانش. آن که از پیروان او بود در برابر دشمنش از وی تقاضای کمک نمود. موسی مشت محکمی بر سینه او زد و کار او را ساخت. موسی گفت: این نزاع شما از عمل شیطان بود که او دشمن و گمراه کننده آشکاری است. سپس عرض کرد: پروردگارا، من به خویشتن ستم کردم، مرا ببخش. خداوند او را بخشید که او آمرزنده مهربان است. عرض کرد: پروردگارا،
به شکرانه نعمتی که به من دادی هرگز پشتیبان مجرمان نخواهم بود. موسی در شهر ترسان بود و هر لحظه در انتظار حادثه‌ای. ناگهان دید همان کسی که دیروز از او یاری طلبیده بود فریاد می‌زند و از او کمک می‌خواهد. موسی به او گفت: تو آشکارا انسان گمراهی هستی. و هنگامی که خواست با کسی که دشمن هر دوی آنها بود درگیر شود و با قدرت مانع او گردد، فریادش بلند شد. گفت: ای موسی، می‌خواهی مرا بکشی همان گونه که دیروز انسانی را کشتی؟ تو فقط می‌خواهی جباری در روی زمین باشی و نمی‌خواهی از مسلحان باشی. در این هنگام مردی با سرعت از دورترین نقطه شهر آمد و گفت: ای موسی، این جمعیت برای کشتن تو به مشورت نشسته اند. فوراً از شهر خارج شو که من از خیرخواهان تو ام. موسی از شهر خارج شد در حالی که ترسان بود و هر لحظه در انتظار حادثه ای. عرض کرد: پروردگارا، مرا از این قوم ظالم رهایی بخش. و هنگامی که متوجه جانب مدین شد گفت: امیدوارم پروردگارم مرا به راه راست هدایت کند. و هنگامی که به چاه آب مدین رسید، گروهی از مردم را در آنجا دید که چهار پایان خود را سیراب می کنند و در کنار آنان دو زن را دید که مراقب گوسفندان خیشند و به چاه نزدیک نمی شوند. موسی به آن دو گفت: کار شما چیست؟ چرا گوسفندان خود را آب نمی دهید؟ گفتند: ما آنها را آب نمی دهیم تا چوپانها همگی خارج شوند و پدر ما پیرمرد کهنسالی است و قادر بر این کارها نیست. موسی برای گوسفندان آن دو آب کشید. سپس رو به سایه آورد و عرض کرد: پروردگارا، هر خیر و نیکی بر من فرستی به آن نیازمندم. ناگهان یکی از آن دو زن به سراغ او آمد در حالی که با نهایت حیا گام بر می داشت. گفت: پدرم از تو دعوت می کند تا مزد آب دادن به گوسفندان را که برای ما انجام دادی به تو بپردازد. هنگامی که موسی نزد او شعیب آمد و سرگذشت خود را شرح داد، گفت: نترس، از قوم ظالم نجات یافتی. یکی از آن دو دختر گفت: پدرم، او را استخدام کن، زیرا بهترین کسی را که میتوانی استخدام کنی آن کس است که قوی و امین باشد. شعیب گفت: من میخواهم یکی از این دو دخترم را به همسری تو درآورم، به این شرط که 8 سال برای من کار کنی و اگر آن را تا 10 سال افزایش دهی محبتی از ناحیه توست. من نمیخواهم کار سنگینی بر دوش تو بگذارم و انشاء الله مرا از صالحان خواهی یافت. موسی گفت: مانعی ندارد، این قراردادی میان من و تو باشد. البته هر کدام از این دو مدت را انجام دهم ستمی بر من نخواهد بود و خدا بر آنچه ما میگوییم گواه است. هنگامی که موسی مدت خود را به پایان رسانید و همراه خانواده‌اش از مدین به سوی مصر حرکت کرد، از جانب تور آتشی دید. به خانواده‌اش گفت: درنگ کنید که من آتشی دیدم، میروم شاید خبری از آن برای شما بیاورم یا شعله‌ای از آتش تا با آن گرم شوید. گامی که به سراغ آتش آمد، از کرانه راست دره در آن سرزمین پربرکت از میان یک درخت ندا داده شد که: ای موسی، منم خداوند پروردگار جهانیان، عصایت را بیفکن. هنگامی که عصا را افکند و دید همچون ماری با سرعت حرکت می کند، ترسید و به عقب برگشت و حتی پشت سر خود را نگاه نکرد.
ندا آمد: ای موسی، برگرد و نترس، تو در امان هستی. دستت را در گریبان خود فرو بر. هنگامی که خارج می شود سفید و درخشنده است، بدون عیب و نقص. و دستهایت را بر سینه ات بگذار تا ترس و وحشت از تو دور شود. این دو برهان روشن از پروردگارت به سوی فرعون و اطرافیان اوست که آنان قوم فاسقی هستند. عرض کرد: پروردگارا، من یک تن از آنان را کشته ام، می ترسم مرا به قتل برسانند. برادرم هارون زبانش از من فصیح تر است، او را همراه من بفرست تا یاور من باشد و مرا تصدیق کند. می ترسم مرا تکذیب کنند. فرمود: به زودی بازوان تو را به وسیله برادرت محکم می کنیم و برای شما سلطه و برتری قرار می دهیم و به برکت آیات ما بر شما دست نمی یابند. شما و پیروانتان پیروزید. هنگامی که موسی معجزات روشن ما را برای آنان آورد، گفتند: این چیزی جز سحر نیست که به دروغ به خدا بسته شده. ما هرگز چون این چیزی را در نیاکان خود نشنیده ایم. موسی گفت: پروردگارم از حال کسانی که هدایت را از نزد او آورده اند و کسانی که عاقبت نیک سرای دنیا و آخرت از آن آنهاست آگاه تر است. مسلماً ظالمان رستگار نخواهند شد. فرعون گفت: ای جمعیت اشراف، من خدایی جز خودم برای شما سراغ ندارم. اما برای تحقیق بیشتر، ای هامان، برایم آتشی بر گل بیفروز و آجرهای محکم بساز و برای من برج بلندی ترتیب ده تا از خدای موسی خبر گیرم. هرچند من گمان می کنم او از دروغگویان است. سرانجام فرعون و لشکریانش به ناحق در زمین استکبار کردند و پنداشتند به سوی ما بازگردانده نمی شوند. ما نیز او و لشکریانش را گرفتیم و به دریا افکندیم. اکنون بنگر پایان کار ظالمان چگونه بود. و آنان را پیشوایانی قرار دادیم که به آتش دوزخ دعوت می کنند و روز رستاخیز یاری نخواهند شد. در این دنیا نیز لعنتی به دنبال آنان قرار دادیم و روز قیامت از زشت رویانند. و ما به موسی کتاب آسمانی دادیم بعد از آن که اقوام قرون نخستین را هلاک نمودیم، کتابی که برای مردم بصیرت آفرین بود و مایه هدایت و رحمت، شاید متذکر شوند. تو در جانب غربی نبودی هنگامی که ما فرمان نبوت را به موسی دادیم و تو از شاهدان نبودی. ما اقوامی را در اعصار مختلف خلق کردیم و زمانهای طولانی بر آنها گذشت که آثار انبیا از دلهایشان محو شد. پس تو را با کتاب آسمانیت فرستادیم. تو هرگز در میان مردم مدین اقامت نداشتی تا از وضع آنان آگاه باشی و آیات ما را برای آنها مشرکان مکه بخوانی. ولی ما بودیم که تو را فرستادیم و این آیات را در اختیارت قرار دادیم. تو در کنار طور نبودی زمانی که ما ندا دادیم، ولی این رحمتی از سوی پروردگارت بود که این اخبار را در اختیار تو نهاد تا به وسیله آن قومی را انذار کنی که پیش از تو هیچ انذار کننده ای برای آنان نیامده است، شاید متذکر شوند. گاه پیش از فرستادن پیامبری مجازات و مصیبتی بر اثر اعمالشان به آنان می رسید، می گفتند: پروردگارا، چرا رسولی برای ما نفرستادی تا از آیات تو پیروی کنیم و از مؤمنان باشیم؟
ولی هنگامی که حق از نزد ما برای آنها آمد گفتند چرا مثل همان چیزی که به موسی داده شد به این پیامبر داده نشده است؟ مگر بهانه جویانی همانند آنان معجزاتی را که در گذشته به موسی داده شد انکار نکردند و گفتند این دو نفر موسی و هارون دو ساحرند که دست به دست هم داده اند تا ما را گمراه کنند و ما به هر دو کافریم. گو اگر راست میگویید که تورات و قرآن از سوی خدا نیست، کتابی هدایت بخشتر از این دو از نزد خدا بیاورید تا من از آن پیروی کنم. اگر این پیشنهاد تو را نپذیرند، بدان که آنان تنها از هوس‌های خود پیروی می‌کنند. و آیا گمراه‌تر از آن کس که پیروی هوای نفس خیش کرده و هیچ هدایت الهی را نپذیرفته کسی پیدا می‌شود؟ مسلماً خداوند قوم ستمگر را هدایت نمی‌کند. ما آیات قرآن را یکی پس از دیگری برای آنان آوردیم شاید متذکر شوند. کسانی که قبلا کتاب آسمانی به آنان داده ایم به آن قرآن ایمان می آورند. هنگامی که بر آنان خوانده شود می گویند به آن ایمان آوردیم، اینها همه حق است و از سوی پروردگار ماست، ما پیش از این هم مسلمان بودیم. آنها کسانی هستند که به خاطر شکیباییشان اجر و پاداششان را دوبار دریافت می‌دارند و به وسیله نیکی‌ها بدی‌ها را دفع می‌کنند و از آنچه به آنان روزی داده‌ایم انفاق می‌نمایند. هرگاه سخن لغو و بیهوده بشنوند از آن روی می‌گردانند و می‌گویند اعمال ما از آن ماست و اعمال شما از آن خودتان، سلام بر شما، ما خواهان جاهلان نیستیم. تو نمیتوانی کسی را که دوست داری هدایت کنی، ولی خداوند هر کس را بخواهد هدایت میکند و او به هدایت یافتگان آگاه تر است. آنها گفتند ما اگر هدایت را همراه تو پذیرا شویم ما را از سرزمینمان میربایند. آیا ما حرم امنی در اختیار آنها قرار ندادیم که ثمرات هر چیزی به سوی آن آورده می شود؟ رزقی است از جانب ما، ولی بیشتر آنان نمی دانند. و چه بسیار از شهرها و آبادیهایی را که بر اثر فراوانی نعمت مست و مغرور شده بودند هلاک کردیم. این خانه های آنهاست که ویران شده و بعد از آنان جز اندکی کسی در آنها سکونت نکرد و ما وارث آنان بودیم. و پروردگار تو هرگز شهرها و آبادیها را هلاک نمی کرد تا اینکه در کانون آنها پیامبری مبعوث کند که آیات ما را بر آنان بخواند. و ما هرگز آبادیها و شهرها را هلاک نکردیم مگر آنکه اهلش ظالم بودند. آنچه به شما داده شده متاع زندگی دنیا و زینت آن است و آنچه نزد خداست بهتر و پایدارتر است. آیا اندیشه نمی کنید؟ آیا کسی که به او وعده نیکو داده ایم و به آن خواهد رسید همانند کسی است که متاع زندگی دنیا به او داده ایم سپس روز قیامت از احضار شدگان خواهد بود؟ زیرا به خاطر بیاورید که خداوند آنان را ندا می دهد و می گوید کجا هستند همتایانی که برای من می پنداشتید؟ روحی از معبودان که فرمان عذاب درباره آنها مسلم شده است می گویند پروردگارا ما اینها را گمراه کردیم. آری ما آنها را گمراه کردیم همان گونه که خودمان گمراه شدیم. ما از آنان به سوی تو بیزاری می جوییم. آنان در حقیقت ما را نمی پرستیدند بلکه هوای نفس خود را پرستش می کردند. و به آنها عابدان گفته می شود
معبودهایتان را که همتای خدا میپنداشتید بخوانید تا شما را یاری کنند. معبودهایشان را میخوانند ولی جوابی به آنان نمیدهند و در این هنگام عذاب الهی را با چشم خود میبینند و آرزو میکنند ای کاش هدایت یافته بودند. خاطر آورید روزی را که خداوند آنان را ندا میدهد و میگوید چه پاسخی به پیامبران من گفتید؟ در آن روز همه اخبار بر آنان پوشیده میماند، حتی نمیتوانند از یکدیگر سؤالی کنند. ما کسی که توبه کند و ایمان آورد و عمل صالحی انجام دهد امید است از رستگاران باشد. پروردگار تو هر چه بخواهد می آفریند و هر چه بخواهد بر می گزیند. آنان در برابر او اختیاری ندارند. منزه است خداوند و برتر است از همتایانی که برای او قائل می شوند. و پروردگار تو می داند آنچه را که سینه هایشان پنهان می دارد و آنچه را آشکار می سازند. و او خدایی است که معبودی جز او نیست. ستایش برای اوست در این جهان و در جهان دیگر. حاکمیت نیز از آن اوست و همه شما به سوی او بازگردانده می شوید. گو به من خبر دهید اگر خداوند شب را تا قیامت بر شما جاودان سازد، آیا معبودی جز خدا می تواند روشنایی برای شما بیاورد؟ آیا نمی شنوید؟ بگو به من خبر دهید اگر خداوند روز را تا قیامت بر شما جاودان کند، کدام معبود غیر از خداست که شبی برای شما بیاورد تا در آن آرامش یابید؟ آیا نمی بینید؟ از رحمت اوست که برای شما شب و روز قرار داد تا هم در آن آرامش داشته باشید و هم برای بهره‌گیری از فضل خدا تلاش کنید و شاید شکر نعمت او را به جا آورید. خاطر آورید روزی را که آنها را ندا می دهد و می گوید کجایند همتایانی که برای من می پنداشتید؟ در آن روز از هر امتی گواهی بر می گزینیم و به مشرکان می گوییم دلیل خود را بیاورید. اما آنها می دانند که حق از آن خداست و تمام آنچه را افترا می بستند از نظر آنها گم خواهد شد. اون از قوم موسی بود اما بر آنان ستم کرد. ما آنقدر از گنجها به او داده بودیم که حمل کلیدهای آن برای یک گروه زورمند مشکل بود. به خاطر آورید هنگامی را که قومش به او گفتند این همه شادی مغرورانه مکن که خداوند شادی کنندگان مغرور را دوست نمی دارد. و در آن چه خدا به تو داده سرای آخرت را به طلب و بهرت را از دنیا فراموش مکن و همان گونه که خدا به تو نیکی کرده نیکی کن و هرگز در زمین در جستجوی فساد مباش که خدا مفسدان را دوست ندارد. هارون گفت این ثروت را به وسیله دانشی که نزد من است به دست آورده ام. آیا او نمی‌دانست که خداوند اقوامی را پیش از او هلاک کرد که نیرومند تر و ثروتمند تر از او بودند؟ و هنگامی که عذاب الهی فرا رسد مجرمان از گناهانشان سؤال نمی‌شوند. روزی قارون با تمام زینت خود در برابر قومش ظاهر شد. آنها که خواهان زندگی دنیا بودند گفتند ای کاش همانند آنچه به قارون داده شده است ما نیز داشتیم، به راستی که او بهره عظیمی دارد. اما کسانی که علم و دانش به آنها داده شده بود گفتند وای بر شما، ثواب الهی برای کسانی که ایمان آورده اند و عمل صالح انجام می دهند بهتر است، اما
جز صابران آن را دریافت نمی کنند. سپس ما او و خانه اش را در زمین فرو بردیم و گروهی نداشت که او را در برابر عذاب الهی یاری کنند و خود نیز نمی توانست خیشتن را یاری دهد. و آنها که دیروز آرزو می کردند به جای او باشند، هنگامی که این صحنه را دیدند گفتند وای بر ما، گویی خدا روزی را بر هر کس از بندگانش بخواهد گسترش می دهد یا تنگ می گیرد. اگر خدا بر ما منت ننهاده بود، ما را نیز به قعر زمین فرو می برد. ای وای، گویی کافران هرگز رستگار نمی شوند. آری، این سرای آخرت را تنها برای کسانی قرار می دهیم که اراده برتری جویی در زمین و فساد را ندارند و عاقبت نیک برای پرهیزگاران است. کسی که کار نیکی انجام دهد برای او پاداشی بهتر از آن است و به کسانی که کارهای بد انجام دهند مجازات بدکاران جز به مقدار اعمالشان نخواهد بود. آن کس که قرآن را بر تو فرض کرد تو را به جایگاهت باز می‌گرداند. بگو پروردگار من از همه بهتر می‌داند چه کسی برنامه هدایت آورده و چه کسی در گمراهی آشکار است. و تو هرگز امید نداشتی که این کتاب آسمانی به تو القا گردد، ولی رحمت پروردگارت چنین ایجاب کرد. اکنون که چنین است هرگز از کافران پشتیبانی مکن، هرگز آنها تو را از آیات خداوند بعد از آن که بر تو نازل گشت باز ندارند و به سوی پروردگارت دعوت کن و هرگز از مشرکان مباش. معبود دیگری را با خدا مخوان که هیچ معبودی جز او نیست. همه چیز جز ذات پاک او فانی می شود. حاکمیت تنها از آن اوست و همه به سوی او بازگردانده می شوید.